جیمو بیار بالا، جیم عزیزمون. آره جیم، جیم سلام. سلام بچه ها، روزتون بخیر. درود سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوبی، من حقیقتش این نکته آخری که گفتید و من خواستم بگم، این تجربه حالا شخصی منه ها، توی ایران تواضع اینقدر ارزشمند حساب میشه که مثلا هر کس میخواد حرف بزنه اول باید 100 بار بگه البته فلان، البته بهمان. به خاطر همین یکی که اینجوری شروع نمیکنه صحبتاشو، خیلی بقیه فکر میکنن که چقدر مغروره یا چقدر به خودش باور داره. یعنی روک بودن رو مثلا یه وقتی اشتباها بی ادبی میدونیم یا فکر میکنیم طرف خودشو پیغمبر میدونه. فکر کنم اینجوری میشه، ولی خب شما چون حالا هر دو تجربه زندگی اون برداشتید، یه مقداری اون حالت روک بودن رو به دست آوردید، سخت میشه برای بقیه که اینا دریافت کنن، یعنی بفهمن که نه این داره روک نظرشو میگه. یه چیزی هم که من به نظرم میاد که حالا دارم میگم میتونه اشتباه بشه، بازم بعد اینو بگم، اینه که جامعه ایرانی یا خیلی زیادی با ادبه، تجربه که من دارم، یا خیلی زیادی بیادبه. خب و اونایی که خیلی با ادبن، اگه تمام آداب و رسومش رو رعایت نکنی و مثلا درست حرفای لازم نزنی، یه ذره رک و راست حرف بزنی، تو رو هم بیادب حساب میکنن. خب ولی اونایی که واقعا بیادبن، یعنی یه دفعه کسایی که از این انقدر آداب و رسومی که با ادب باشی انقدر مثلا زیاده که کسایی که از این آداب و رسوم در میان یه دفعه میزنن اون زیادی اون بر دیگه، هر دو کلمه یکیش فوشه اصلا، یه چیزی تو اصلا رکیک اگر اصلا اصلا نمیتونی گوش بکنی، یعنی یا اینورین یا اونورین، وسط اگه باشی هیچ جفتتون قبول نداره. من فکر میکنم یه مقداری مثل کاریکاتوره، میدید مثلا کاریکاتور دماغو یه دفعه خیلی گنده میکشه، چونه رو خیلی کوچیک میکشه، یعنی یه جایی که باید تعادل این وسط نیست، جایی که باید رعایت کنه، مثلا پام یه وقت کلو بزرگتر دراز نباشه ولی همون بزرگتر رو به بدترین شکل میکوبوندش، میدید یعنی تعادل انگاری نفهمیده که احترام یعنی چی. یعنی باید یعنی یا یکی از این کسایی کسی که مثلا همش فوش میدی پشت سر هم، یا اینکه کسی هستی که باید آداب و رسوم ایرانی رو میدونی که باید نیم ساعت اول بگی که سلام، مخلص شما هستیم، شما حالتون خوبه، شما چطوری، انقدرم این جزء آداب و رسومه که حتی مثلا من مثلا تو ایران اینترنشنال هم اگه نگاه میکنی، خب که مثلا 30 ثانیه 20 ثانیه وقت داری حرف بزنی، خب 20 ثانیه وقت داری حرف بزنی، ولی این ایرانی‌ها مثلا 10 ثانیه سلام میکنن، میان میگن که با عرض ادب به بیننده های شما و با تشکر از اینکه آقا 20 ثانیه تا بیشتر وقت نداری، با ادب چیه باید صحبتتو کن، با عرض ادب به بیننده های شما، اینجا جاش نیست اصلا، حرفتو بزن. یه چیزی دیگه هم اضافه کنم، تو ایران اینو من خیلی دیدم، کلمه حراسی هم به وجود میاریم توی بحث، استفاده کردن از کلمات قصار برای اینکه طرفو بترسونیم که من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، میدید مثلا جا به جایی مثلا کلمه عادیه رو به کار نبردن، به جایش کلمه حالا سخت‌تر رو گفتن تا طرفو یه جوری میترسونیمش موقع بحث کردن. خیلی زیاد من اینو دیدم که این اتفاق میفته بینمون، البته این غیر ایرانی هم این کارو میکنن، این از اصول بحث فکر میکنم، برای یکی از اصول بحث های مبارزاتی عملا دقیقا فکر کنم خیلی هم کار غیر اخلاقی هستش، ببخشید بنظر من، یعنی از این نظر غیر اخلاقیه که تو داری از یه فرمول غلطی استفاده میکنی برای ترسوندن طرفت تو بحث، از یه دایره لغات خاصی داری استفاده میکنی. البته غیر اخلاقی نمیتونم بگم، بعضی عادت داره، بعضی انقدر تو اون محیط صحبت کردن که فکر میکنن، احساس میکنن که مثلا یعنی دیگه آکادمیک نیستن اگه اینجوری از این لغات استفاده نکنن، میدونم. آره بله، یه سری ها بله دقیقا، یعنی فکر میکنم مثلا داره، یعنی من فکر میکنم طرز فکرشون این باشه که بذار من یه جوری حرف بزنم که اینا اصلا نتونن، جرئت نکنن، اصلا انقدر بترسن از نحوه حرف زدن من، فکر کنن انقدر من مثلا تحصیلاتم بالاست که اصلا جرئت نکنن علیه حرف من حرف بزنن. من فکر نکنم اینجوری دارن فکر میکنن، من فکر میکنم که من خیلیشون اینجوری فکر می‌کنم من یه آدم آکادمیکم، باید مثل آکادمیکا صحبت بکنم، می‌دونم دارم چیه، فکر کنم طرز فکرشون اینه، غیر اخلاقی، فکر کنم یه مقدار زیادیه داریم میگیم. من یه نکته آخرام بگم برم پایین، ببینید توی
این چند شب بچه ها یه سری از جمع میریم توی دیسکورد بحث میکنیم، مثلا صحبت های مختلف میشه، یه سری آدم های میان که به نظر میرسه مخالف مثلا حالا نظر جمع هستن، ولی توی حرفاشون اسنادی دارن یا چیزایی دارن که مثلا دیشب دقیقا اتفاق افتاد. من یه جایی نمیتونستم با کلیت صحبتش مخالفت داشتم، ولی توی اون نکته خاصی که داشت میگفت مدرکی یا چیزی نداشتم که بگم اینجام داری اشتباه میکنی. مثلا داشتم در واکسیناسیون صحبت میکرد، خب من اطلاعاتش نداشتم، میخواستم بگم مثلا میتونیم آبک مثلا به شما اسمشون رو بگیم، از خودمون آدم بخوایم بگیم که اوکی بیایید حالا توی جای جمعی تر یا حالت مناظره مانند یا بحث مانند اونجا ادعاتون رو مطرح کنید. بابک من دیشب نبودم تو اون مورد، من نبودم دیشب تو برنامه شما، نمیدونم در مورد کیا چی دارین صحبت میکنین، اما خب اون بحث اینه که اون فرد باید بپذیره دیگه. فکر میکنین حالا در مورد مسئله دیشب پیش اومده اون شخصی که همچین چیزی رو ادعا کرده آیا میپذیرد که بخواد در اینجا شرکت کند یا نه در یک جای خاصی؟ خب ببینید علاز ظاهر آدم منطقی به نظر میرسید، نه به نظر میرسید که هم اهل شنیدن نظرش هم داشت میگفت. نظر کلی حالا اون شخص خاص این بود که جهان رو یه چند تا خانواده نشستن توی یه اتاقی دارن کل جهان رو کنترل میکنن، یه همچین صحبتی رو داشت میگرد. بعد هزار تا مثال میابرد، مثالاش یه جایی مثلا میگفت، مثلا میگفت این کارت واکسن دیدن ها یه چیزی شبیه همون کارت یهودی ها رو دیدن توی زمان مثلا قبل توی زمان آدولف. بعد من مثلا من خودم جوابم بهش این بود که این دوتا غیر این که دارن کارت نگاه میکنن چه شباهت دیگه ای بین این دوتا هست که شما این دوتا رو یکی دونستید؟ بعد کلی بحثه اینطوری شد. خب من اینجا جواب براش داشتم ولی جای دیگه ای مثلا جواب براش نداشتم. خواستم اگر مثلا دعوتش کنیم یه جمع بزرگتری به چالشش بکشیمش اگر خودشم پذیرفت. خب اینجا حالا بحثش رو اینجا نکنی، اگه میخوای با نیلوفر و بابا کنی رو تو آره. دیسکورد نیلوفر تو دیسکورد آره، خود جیم هم هستش همیشه اونجا. آره حتما اونجا ادامهش رو میریم ببینیم چی. اما اگر باشه، اگر ببینیم کسایی هستن که میان میخوان در یک جای بزرگتر عمومیتر صحبت کنن حتما استفاده میکنیم. حالا بین این دوستان افراد متخصص هم احتمال داره پیدا بشه. بعد اینکه فقط یه چیزی من بگم، اینجا یکی از دوستان پرسید که ساعت چند دیسکورد هستین. ببینید دوستان، حالا عضو دیسکورد که شدین حالا ساعت دقیقی نداره به اون صورت. حالا من خواستم از نیلوفر عزیز که یک روز رو مشخص بکنه که ساعت دیگه همیشه در همون ساعت باشیم، اما الان تقریبا بچه ها تو اتاق یک صوتی دیسکورد تقریبا هر روز هستن بین حالا ساعت وقت ایران بگم ساعت 7:30 شب ایران اگه اشتباه نکنم، معمولا دوستان اونجا هستن. برین سر بزنید میبینید متوجه بهتون جانم. آها فکر کنم فقط برای من رفت، یه خواستم بگم صداتون رفت ولی فکر کنم فقط برای من قطع بحث شد. آره فقط برای من من داشتم صدای بابک. آره بعد دیگه عرض کنم که به این صورت آره برنامه هر روز تقریبا اونجا هر روز بچه ها در دیسکورد هستن، صحبت های مختلفی هم میکنن، نظراتشون هم بیان میکنن. من بگم که دوستان کسی دیگه نیومده بالا؟ نه خوبه لینک... بریم یه ساعت بریم. نه خب منم لینک گذاشتم بس من با ایزتون میرم پایین. خوبی داشته سال نوتون هم مبارک باشه. ممنون جیم، تو هم همینطور. آه الان نیلوفر اینجا هم اعلام کرد ساعت 6 هر روز فعلا مثل این که هست، ساعت 6 به وقت اروپا، ساعت 8:30 دقیقه به وقت ایران، البته اروپا اروپای مرکزی منظورشون. این چرا عکس یه آدمه که یخ زده رو میذاره همیشه نیلوفر؟ نمیدونم چیه. یخ سرد، یخ بندن میتوانند در موقعیتی که از هوا سرده. فکر کنم نیلوفر. این همون نیلوفره نوشته نیل؟ بله بله نیل اسم پسره. خیلی